سلام سلام، من سعید هستم و یک بار دیگه با یه ویدیو دیگه و یک معرفی دیگه و یک بایوگرافی دیگه در خدمت شما هستم. ناگفته های زندگی آقاسی. نعمت الله آزموده با نام هنری آقاسی متولد 29 تیر 1318 و خواننده ایرانی بود. اون از پدری اصفهانی و مادری دسپولی به دنیا اومد و پدر اون اهل گزبرخار اصفهان بود. با وجود اینکه پدرش فرهنگی بود، تحصیلات خودش رو ناتمام گذاشت و با کارگری کسب درآمد میکرد. به ورزش علی‌رغم نقص حرکتی که داشت در باشگاه تاج اهواز ادامه داد و در اوایل جوانیش به خوندن آواز گرایش پیدا کرد. اون از خوانندگان سرشناس موسیقی مردم پسند و کوچه بازاری معروف پیش از انقلاب اسلامی بود و جز خوانندگان لاله‌زاری به حساب میومد. اون با خوندن آهنگهایی مثل آمنه و لب کارون در سالن‌های موسیقی لاله‌زار تهران علاقمندان خیلی زیادی پیدا کرده بود. از یادگاری‌های به یاد ماندنی اون شیوه رقص بندری اونه که با چرخاندن دستمالی سفید در دستش انجام می‌شد. اون پس از اجراهای موفقش در لاله‌زار نخستین خواننده لاله‌زاری بود که صدای اون از رادیو تلویزیون ملی ایران پخش شد. آقاسی از دو ازدواج خودش 7 فرزند و 2 تا نوه داره که 2 تا از فرزنداش به نام‌های علیرضا و داوود مثل پدرشون و به سبک و سیاق پدرشون مشغول خوانندگی هستند. علیرضا در دبی و داوودم در ایران زندگی می‌کنه. آقاسی به دعوت منوچهر نوذری به سینما راه یافت و در کارنامه سینماییش هم 8 تا فیلم ثبت کرده. این فیلم‌ها عبارتند از یکی خوش صدا، یکی خوش دست، خدا قوت، فراش باشی، بند خدا، نعمت نفتی، فاتح دلها، خیلی هم ممنون، ای والله و سر پل دسفول. آقای خواننده آلبوم‌هایی رو در لیست دوران کاری خودش به نام آمنه، بت‌پرست، سنگ تراش، لب کارون، خدا رو خوش نمیاد، میخوام برم به اهواز، نن نعمت، خیلی ممنون، گل کاشتی، ای والله و مطرب پیر رو داشت که وبسایت نودونی به پاس قدردانی از این هنرمند محبوب و دوست داشتنی آثارشون رو نویسی کرده و در اختیار علاقمندان به این هنرمند قرار داده. آقاسی 2 سال قبل از فوتش برای اولین بار پس از انقلاب اجازه پیدا کرد تا به تئاتر پارس در لاله‌زار جایی که فعالیت هنری خودش رو آغاز کرده بود برگرده و روی صحنه آواز بخونه. این برنامه چنان مورد استقبال قرار گرفت که مردم لاله‌زار رو بستن و همین استقبال سبب شد که دوباره جلوی خوندن اون رو بگیرن و باز اون رو به همون خلوتی که داشت برگردن. آقاسی در روز شنبه 14 آبان 84 بر اثر سکته مغزی در سن 66 سالگی در کرج درگذشت و در قبرستان امامزاده طاهر به خاک سپرده شد. امیر حسین فرزند کوچکتر آقاسی به تازگی در گفتگویی مجوز نگرفتن آلبومی با نام مطرب پیر رو دلیل سکته مغزی پدرش عنوان کرده. امیر حسین آقاسی میگه در سالهای آخر عمر پدرم اون بارها برای دریافت مجوز آلبوم مطرب پیر به ارشاد رفت و خیلی هم اذیت شد. هر بار به اون جواب منفی میدادن و این پروسه زمانی باعث شده بود پدرم به شدت تحت فشار باشه. خیلی وقتا موسیقی پدرم با ایرج مقایسه میشد و اگرچه ایشون مجوز انتشار کار گرفته بودن ولی به پدرم مجوز نمیدادن. به دفعات این سوال مطرح شده بود که من با ایرج چه فرقی دارم که آلبوم اون مجوز گرفته ولی من نمیتونم در ایران کار کنم. جوابایی که به پدرم داده بودن هم عجیب بود. اینکه تو آقاسی هستی و محبوبیت بالایی داری. ولی پدرم باز هم پیگیر بود تا اینکه اون سکته مغزی رخ داد تا دیگه کسی نگران محبوبیت بالای آقاسی و فعالیت دوباره اون در ایران نباشه. و در آخر برای اون عزیز از دست رفته غفران و رحمت الهی رو خواست داریم. لطفاً اگر این ویدیو برای شما جذاب بوده با لایک و کامنت های خودتون از ما حمایت کنید و به ما انگیزه بدید برای ادامه کار. برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید لطفاً ما رو فالو کنید.